ای بسیار سوال خوب است از من ذهن شما آمده که چرا این ویدیو من نامش ماندیم شوهرای کرایی، چرا ایره چرا ماندیم؟ به خاطر که دی فکر کنیم که ما یک چیزی به کرا میگیریم میخوایم که از او پس فایده بگیریم، درست است؟ یک چیزی که به کرا میگیری میخوای از او در بدلش فایده بگیری. مثلا ما خانه را در کرا گرفتیم، ما موتر را به کرا میگیریم، ما هم چیز به کرا گرفتیم. دو علت میباشه، یکی از او فایده میگیری، بدون فایده او را در کرا نمیگیری. دویم، چیزی که با کرا گرفتی سرش زیاد فخر، یعنی سرش زیاد توجه نیستی. مثل موتر خود بگیم، یک موتر کرایی گرفتی، بسکل کسی را گرفتی، فکر میگی یک توجه سرش خواد کدی، که یک قدر غورش خواد کدی، چرا که از مال خود میکنی؟ نه، یک چیز انسانی است، یک چیز عادی است به انسان ها. شوهرای کرایی چرا برش میگم من؟ که این شوهرها یا خودشان خود به کرا گراو کردن، کرا دادن و از او خانمشان پس فایده میگیرن به این خاطر کراییستن، و یا اینا کرایی گرفته شدن که از اینا فایده گرفته شده و فایدهشان به اینا فایده برسانه و موضوع تمام. در این کدام حق دیگه به حیث شوهر ندارن، شوهرای اصلی نیستن. من هیچ وقت در ذهنم این نمیه که چطور به یک مرد، میفهمی افغانا به شعورشان، به غیرتشان شناخته میشدن و امروز به افغانا چی شناخته میشن؟ برین در گوگل سرچ کنین، در اینستاگرام سرچ کنین، در یوتیوب سرچ کنین، در هر جا افغان سرچ کنین، در اولین ریزلت که در اوجه میه یا مرد است که در بازی میکنه، در موسیقی مصروف است، و یا زن است که بازی میکنه در موسیقی مصروف است. افغانا به این دو چیز شناخته شدن، دیگه هیچ چیز نیست، یا مرد و یا زن. و شوهرای کرایی نزدیکشان هستن، ویدیو برشان گرفتن، کامرا برش میگیرن، کمپوزشان میکنن، منیجریشان میکنن، و خانمش میه که یگان اندام عملیات شوه، که کم کلانو خرد شوه، و استاد شوان که شوهر عزیز ماما چطور معلوم میشم؟ و میگه ماشاءالله خوب معلوم میشی، برو به مردم خود نشان بده، برو برقص، برو پول بیار. عجیب عجیب، مسلمانی رو خوبان یقین کو که حیوان می کار را میکنه. حیوان، برین کل حیوانات درس بخونین، برین بخونین کل حیوانات زوالجی درس بخونین. هیچ حیوان بدون خنزیر پیدا نخواد کردین که خوش است که زن خدا با کسی دیگه پیش کنه، فقط خنزیر. و یگان علت ابن القیم رحم الله و تعالی میگه که خنزیر در اسلام حرام است به خاطر عادتایش، نه فقط به گوشتش. چون چیز ما میخوریم امو عادت ما میکنیم، این ساینس میگه، من نمیگم. چه تو هیچ نفهمیدم که یک زن کم غیرت در دل نمیه، کمی امی جلسی چیز نمیه، کمی حسد نمیه بر که استاد شوی به خانمت ویدیو بگیری و یا او را پیش کنی، برو پیش مردا برقص، گپ بزن، ویدیو پرکو. نفهم که از ما چی شده، کجا تا به چی تعریف میشیم از این، و او را با ما چی میگیم؟ مادرنیزم. او را ما مادرنیزم، این مادرنیزم نیست. کدام کی میگه مادرنیزم است؟ کی گفته اصلا؟ باز چی میشه که همو دولت افغانستان، من فقط افغانستان، همی کل دنیا دولت های ما میارن او مردم که با کرایی گرفته شدن، شورای کرایی، او را مدال میدن، لقب میدن، بنام از او فیسبوک ها جور میشه، اینستاگرام جور میشه، و مردمی که بیچارت پشترش هستن که 12 و 16 سال هستن، ویدیوشون پخش میکنن و لایک میکنن و میبینن. برادر عزیز، اول اگر هر نفر از اینستاگرام داری و ویدیو میوزیک و فحشات مندازی، والله بالله از خدا بترس که روز قیامت تو سوال میشه کی رو چرا انداختی. و هر نفر که ویدیو رو میبینه خودت در گناه شریک هستی صدیدن. الهی کار رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک صحیح حدیث میفرماید که هر چوپان مسئولیت است، یعنی مسئول هر یک کس شما چوپان هستین و هر تان به شیپ خود، یعنی چوپانی چیزی که میکنین، مسئول هستین. در این حدیث معنیش چیست؟ که هر انسان مسئول یک چیز هست، یعنی فامیل تان هستین. و اگر خودت یک مرد هستی، مرد اسلام لیدر فامیل است، و زنت، خوارت، اولادت در راه غلط میره، خودت بهتونا رو بگوی که نرو خوارم، نرو زنم، امرش کمک میکنی، این یک ظلم کلان به خلاف فامیل تست و به خلاف خودت است. اگر زنت قبول نمیکنه و میگه من این کار میخوام کنم پیش برم، بگو برو،
لیکن خودت اسی طوری کو، چون قرآن میگه که ده خوبی به یک دیگه خودن کمک کنن، نه ده بدی. و این یک شر کلان است و این فتنه است که به جوانان دخیل استن. ما چی میگم؟ گپ ما ده این مقصد ما چیست؟ برادر عزیز، هر نفر ما دیجه یک مفتی داریم که فطرت است الله سبحانه وتعالی انداخته. ده بارش فکر کو چیزی که میکنی، اگر ویدیو میکنی، اگر به خانمت فیلم پر میکنی، به دخترت، به هر کس که، اگر اینستاگرام پیج داری که فحشات پیش میبری، یک 5 دقیقه بدون تلفن درش بشین و سرش فکر کو، انشاءالله کمو مفتی که داخلت است فطرت برتان خود گفت که غلط است. مربان باز میگن چه مردم میان برد بگن که این کار نکو، اگر ما بگی این کار نکو دیگه تان مردم این کار بکو. باید کمی ما جلسی داشته باشیم، کمی با غیرت داشته باشیم و بدون این غیرت، بدون کمی جلسی و حسد و بدون ایمان و وجدان ما، یقین که ما هیچ چیز نیستیم، فقط مثل خنزیر بیمانه یک حیوان هستیم. امید دارم که ویدیو مردم شریک کنند تا بتونن که دیگر همچنان زی فایده بگیرن، و اگر که دی اشتباه میکنن از روز که ویدیو ببینن و از اشتباه خودداری کنن، این کار دیگه نکنن. سلام علیکم.